علی عالی ترین مخلوق عالم، اکمال دین و اتمام نعمت میشه علی. ولی ماها که طرفدار علی هستیم نامردیم، بی وفا هستیم. ماها گوش به علی نمیدیم. و علی بی ارزه، علی به درد حکومت نمیخوره، علی مدیریت ندارد، علی به درد نمیخورد، یا ما به درد علی نمیخوریم. همین امشب بود مطالعه میکردم نهج البلاغه رو، همین امشب دیدم امیرالمومنین تو یکی از خطبه‌هاش فرموده به مردم کوفه، خدا علی را از شما بگیرد و شما را از علی بگیرد، خدا مرگ به علی بدهد که علی دیگه از دست شما خسته شده، نه دیگه شما به درد علی میخورید و نه دیگه علی به درد شما میخورد. چرا باید تار علی به اینجا برسد که علی طلب مرگ بکند دست مردم؟ این مردم کیا بودن؟ شاخ داشتن؟ دم داشتن؟ گوش نداشتن؟ کر بودن؟ کور بودن؟ نه خیر، مثل من و شما سالم بودن، اتفاقا گوشم داشتن، خوبن میشنیدن، خوبن میدیدن، ولی اهل عمل بله نبودن. مشکل مردم کوفی نبود که قدشون 3 متر بود حالا 2 متر شده، یه قدشون 2 متر بود حالا 1 متر و نیم شده. قد 2 متری که باعث حساب نیست. مردم کوفی ها به خاطر چی؟ علی کارش به اینجا میرسه که بگه خدا مرگ به علی بده، یه خسته شده علی از دست شما، شما هم از دست علی خسته شدید. چرا؟ چون مردم پذیرای حرف علی بله نیستن. مردم نمیخوان عمل کنن. امروزم چرا امام زمان نمی آید؟ چون ما نمیخوایم مهدی بر ما حکومت کند. ما نمیخوایم، ما دروغ میگیم که خواهان حکومت مهدی هستیم. از عروسی هامون پیداست، از جشن هامون پیداست، از عزاهامون پیداست، از بازارمون پیداست، از دانشگاهمون پیداست، از حوزمون پیداست، از کوچه و خیابونمون پیداست، از سبک زندگیمون پیداست که ما خواهان حجت ابن الحسن نیستیم. ما نمیخوایم امام زمان.